برای تهیه 79.06 گرم باریوم سولفات با خلوص 97% طبق معادله زیر به تقریب چند مول آلومینیوم سولفات باید با مقدار کافی باریوم کلورید واکنش بده؟ آلومینیوم سولفات با باریوم کلورید داره واکنش میده، باریوم سولفات رو داره به وجود میاره. میگه آقا اگر بخوایم 79.06 گرم باریوم سولفات با خلوص 97% به دست بیاریم، یادتون باشه درصد خلوص چه برای واکنش دهنده باشه چه برای فراورده باشه، درصد خلوص مربوط به هر کسی که از تو خودش سر میکنی، خواه درصد خلوص برای واکنش دهنده باشه خواه درصد خلوص برای فراورده باشه، تو خودش سر میکنی. اگر بخوایم 79.06 گرم باریوم سولفات با درصد خلوص 97% به دست بیاریم، چند مول آلومینیوم سولفات باید وارد واکنش بشه و چند مول باریوم کلورید به دست میاد؟ معادله رو موازنه بکنید، آقا گندتون رو پیدا بکنید، آلومینیوم سولفات گندتونه، ضریب چندش بدیم؟ 1 2 تا آیل داره، 2 بدید اینجا، 3 تا SO4 داره، 3 بدید اینجا، 3 تا باریوم داره، 3 بدید اینجا، 3 تا 6 تا کلور داره، 2 3 تا 6 تا کلور داره، یعنی علی همه چه آرومه. مول میبینم برای آلومینیوم سولفات چند مول داره تو واکنش شرکت میکنه؟ 1 مول از اون. در چنین حالتی چند مول باریوم سولفات رو به دست میارید؟ 3 مول، که هر مولش بر حسب گرم باریوم چقدر هستش؟ 137 باریوم. اس چقدره؟ 32. 4 تا 16 تا میشه 64. اینجا 13 یک بالا، 12 با 1 13 یک بالا، 233. 233 آقا این یه تناسب، این یه تناسبه که هیچکی با هیچکی نمیره. آقا تو کنکور برداشته اینو داده، هیچکی با هیچکی نه. یه عمر سر کلاس ها میگم آقا سه میبینی بگرد دنبال کسی که ندا داشته باشه، ندای شماره 1، یعنی مجموعش به 3 بخوره. الان 9 7 16 با 6 22، اینم که 9 7 16، خدا رو شکر هیچکی به هیچکی نیست. چه کنیم؟ فقط بریم تخمین بزن، بریم تخمین بزنیم، حدود بزنیم. دوتا ممیز اینو بردارم دوتا صفر بندازم پایین، 100 اینو بردارم دوتا صفر بندازم پایین، اینو در این ضرب بکنم، این 233، 3 تا 33 تا میشه 99 تا، میگیرم 100 100، 3 تا 6 تا 600 با 100 میشه 700، این هم میشه 700. خب این رو حدوداً بگیرم 8000، این قسمت رو دارم حدود میذارم دیگه. اوکی، بیام با 70 این 8000، 8000 3 تا صفر این رو بزنم. آقا 3 تا از اینجا بردار، 3 تا از اینجا بردار. اوکی، این با این بشه 1 و 1 دهم، این با این بشه 1 و 1 دهم، 97 هم بگیرم 100، دو تا اینو ببرم، 1 و 1 دهم تقسیم بر 10 باید 11 صدم داشته باشم. آقا یا اینه یا اینه، یعنی این دوتا رو بذارم کنار، این دوتا رو بذارم کنار. حالا میگه این مقدار مول از این با چند مول از این وارد واکنش میشه؟ خب باریوم کلورید، با چند مول باریوم کلورید وارد واکنش میشه؟ ضریب باریوم کلورید 3 برابر اینه، تغییراتش هم باید 3 برابر این باشه. این اگر 11 صدمه، این 3 برابرش میشه 33 صدم، یعنی جواب گزینه چنده؟ 4. آقا من اصلا یه چیزی بگم، اصلا اینو نباید حل میکردی تو کنکور، اینو نباید حل میکردی. چی داری میگی آقای داریان؟ الان ته قضیه خب نسبت مولی این رو به این میخواد، ضریب این چند برابر اینه؟ 3 برابر اینه، پس تغییرات مولش هم باید چند برابر باشه؟ 3 برابر، یعنی هر کوفتی رو که در قسمت اول گزارش میکنه قسمت دوم برای باریوم کلوریدش باید 3 برابر باشه. آیا 33 صدم 3 برابر 13 صدمه؟ نه. آیا 44 صدم 3 برابر اینه؟ نه. آیا 44 صدم 3 برابر اینه؟ نه. اما 33 صدم 3 برابر 11 صدمه. اینو مولشو داره به دست میاره،
بعدش هم میگه مول اینو به دست بیار، مول این هر کوفتی که باشه مول این باید سه برابر این باشه، چون ضریبش سه برابره، سه تا باریوم کلوریده. پس گزینه ای رو انتخاب بکنی که مول باریوم کلورید سه برابر آلومینیوم سولفات باشه. جواب گزینه 4.